به موضوع بیشتر صحبت میکنیم با قای خلیلا شنکر کارشناس امور اجتماعی سلام وقت شما بخیر خیلی خوش به با برنامه سلام شب بخیر سلامت باشید ممنون آقای خلیل ما از شما پرسمان چنانه که باشتنگان پای تخت چکایی دارن از اینکه پروژه را که شهرداری کابل اینا روی دست داشتن که مترو بس ایجاد میکنند در شهر کابل اما تا کن عملش نشده با وجود از اینکه نیازمندی خیلی جدی به بس های شهری وجود داره اما این پروژه هم نتانسته که گام های عملیش برداشته شوه و ایلت شما در چی میبینین و واقعا چقدر از مشکلات هم دست که خدمات شهری گونه درست شرایه نمیشه به با باشتنگان پایتخت؟ امروز جنوری سال 2019 در افغانستان است. درست روز بر می گردیم به 19 سال از روزگار پسین در افغانستان. متاسفانه امیر رقمی که شما در تیترتان میگین که مترو است ده و صدها ها مسئله است که مردم افغانستان را رنج میته به ویژه کابل های کابل را باید دارم که شاروال قبل شهرداری کابل گفت که مترو باز به زودترین فرصت تمام موضوعات تخنیکی فنیش تکمیل شده و ما با می که اسفالت سرک ده افغانان سر را اتمام کنیم این برنامه آغاز میشه و امسال که ما شما قرار داریم امسال سال افتتاح از اونا بود ما امروز به شما میگم که شاید الف و بی برنامه مترو بس به شهریان کابل و اینمی مسافر که به خدمت شما عرض کردم در شهرداری کابل وجود نداره به دلایل متعدد اولی که در شهرداری کابل یک تیم مدون تخنیکی فنی با ارادی که این تو برنامه های کلانه که زدوده کنه مشکلات و, و معضلات مردم افغانستان را متأسفانه وجود نداره و اگر از این مسئله بگذاریم و گپی که اولودگی هوا از جمله خطرناکترین مواد است که امروز قرار اونمو بس علمیش که روز شبانه روز هشت نفر جان خود از دست میتن و اگر شما به سال مصاف بکنین و امسال هم از جمله شدیدترین مشکلات ها بوده به مردم افغانستان به ویژه برای کسانی که در کابل زندگی میکنن که از طرف شهرداری کابل و نهادهای زیر توجه صورت نگرفته و این به عنوان یک مزل اساسی است باقی مانده متاسفانه برنامه وجود نداره بله خوش اگر روی ازی صحبت بکنین که شهرداری کابل کدام نوه خدمات هم میتونه که اینا به مردم بگونه درست اشاره کنن از همون خدمات اینا آغاز بکنن ما برن به طرف ازی که ما مترو بس داشته باشیم برن به طرف ازی که سیستم میاری بس های شهری را ما در پایتخت تخت دقل بتانیم که ایجاد بکنیم اکنون هم به اشندگان شکای دارن ازی خدمات نخستین شهر... شهرداری باید برشان شهر ارائه نمیشه. شاید بزرگترین اشتباهی دولت بود که پلیس ترافیک با شهرداری کابل ادغام کردن که به عنوان یکی از چالش هایی بود که شاید امروز متوجه شدن و اونا خودشان دست پاچه شدن شهرداری کابل ما به صراحت میگم من نه احساساتی هستم بین این مسئله را که خدمت شما یاد میکنم و نه کسی هستم که از طرف های بیرون آمده باشم ندیده باشم بگویم خیلی سریح میگم که شهرداری کابل کوتاهترین. خدمات شهری را برای مردم افغانستان به ویژه برای کسایی که در کابل زندگی میکنن انجام ندادن یک منطقه یک سایه که بتانه دقیقت یک یک, یک نماده از کار کرده رخشان شهرداری کابل در طول نمی 19 سال باشه وجود نداره متاسفانه در سال 1300 83 به یادم است که گفتن بیشتر از 2700 جریب زمین را برای زباله ها میخواین ترتیب مرتب کنن تا به امروز اثر وجود نداره از سال 1383 تا به با امروز بالای آلودگی هوا کار میکنن تا به امروز کوتاه مورد جز چند حرف ورقی و تکنیکی در, در عمل وجود نداره متاسفانه شما برین به از طرف شب بگردین چقدر مردم عذاب هستن یک مورد موتر بس شهری که مردم را انتقال بده وجود نداره متاسفانه ما امروز با یکی از دوستای ما صحبت میکردیم میفتن کاش که بس جور شوه که خانم ها بسیار اذیت آزار میشن ما گفتم مثلا برنامه شهری برای انتقال شهریان کابل متاسفانه وجود نداره وضعیت که امروز در کابل آکم هست شعب و کمای افغانستان اصلا خبر ندارن واقعا خیلی رقت بار است و خیلی سنگینی میکنه بالای مردم افغانستان و کسایی که در شهرداری کابل قرار دارن ما میخوایم که با صراحت بگویم دوستا خدا کنه خفام نشن نه از لازم تکنیکی نه آماده هستند که شهرداری کابل مدیریت کنن نه از لازم اون جمعیت سیلاسای که امروز در, در, در کابل آکم است. نه مدیریت کردن میتونن متاسفانه این و ده مورد در در کابل وجود داره که تکان دهنده و غیر قابل مدیریت است ما میخواهیم بگوییم اینجا کم سریعتر که کابل به یک بحران تبدیل شده ما باید آل در انجام مدیریت بحران باشیم که متاسفانه هیچ مدیر کارزمایی که بتانه اینمی بحران به وجود آمده در, در کابل را مدیریت کنه مثلا در اینمی حکومت و در اینمی سرای حکومت با وجه دوستایی که در شهرداری کابل امروز حکومت میکنن یعنی نیاز است که باید نبرن. اصلاحات جدی در شهرداری کابل ممنون بیاید تا اینا بتونن که خدمات شهری را بر مردم ارائه بکنن بالکل شما میخوایم یک مثال بزنم بسیار شاید آمیانه و فولکلور باشه شما برین دی افغانان ببینین حداقل در 18 یا 19 سال قبل ما بالاخره کوتاترین مورد رکشاردوری کابل کرده باشه یک نفر مثال بزنه انوزم دست فروش ها هستن هنوز هم ساختمان های غیر میاری او جا حاکم جاکم هست هنوز سیستم با سیستم ارادجات به غیر میاریش در او حاکم هست که نزدیک شاید دو متر با, شهرداری کابل فاصله نداشته باشه ما با شما میخوایم نمیخوایم ریسا احساساتی صحبت کنم من میگم یک مورد اجتماعی که شهرداری کابل با ارگان های زیرب در افغانستان در کابل و شهریان کابل انجام داده باشه متاسفانه وجود نداره یک مزل است که شاید ایر شما شنیده باشین که نیویورک تایمز یک بار نشکت که به شهرداری کابل چکای سفید داده می شد بخاطر ای که کابل باید مدیریت شود بحران رای حاله بهبود خدمات شهری را ببیجه در شهر کابل اگر تنها مثال بزنیم شما در چه می ما با دو سه مورد پیش ماست اول مترو بس از جمله اساسی ترین موارد است که باید اون رقم که تهرش ریخته بود و به شورای ملی رفت و بزرگای افغانستان بلایش توجه کردن و بحث های علمی صورت گرفت که به عنوان یکی از راه ها میتونه باشه به هر قیمتی که میشه باید و مثالی که ما شما قرار دادیم باید نهادی نهادینه بسازن مورد دوم بحث های شهری است یک یک معضل بسیار جدی است باید بالا از این ها دوباره فعال شود مورد سوم ازگاه های شهری است که یک یک من. مورد بسیار مهم شده در کابل شما اصلا اصلا ازگاهی را نمیبینین من مون یک معضل تبدیل شده و گپ چارمی باید برفت آمده هایی که بالاخره جمعیت را نشان میده مدیریت تشکر. شاید بگیر تشکر سپاس از اینکه با ما خیلی سپاس از شما